که انسان عمر مالکی خود شود، باید البته اطلاعات لازمی برای در کار است که بداند که چی طور این کار را به دست آوردن ممکن است. و اگر تمامی تاریخ بشریت را گیریم، تمام کوشش حتی مملکت های انتیقه، دولت های انتیقه تا حاضر، این تشکل انسان کامل است و حالا اصطلاحش سوپر چلاویک شده است. انسانی که عموما همه طرفه انکشاف یافته است. و البته احساس یکی از فعالیت های معنی سر است که معنی راستی نیمکوره، معنی راستی انسان پوره برای احساس جواب می دهد. نیمکوره راستی انسان نیمکوره چپی انسان از عقل هست، منطق هست. مغز مبانی انسان برای جسمش هست، برای نفسی او هست. و وظیفه انسان وقتی که شعور خوش پیدا می شود، این با کلی گرفتن همین سرشتی که خود به خود طبیعی کار میکند، سر کرده از احساس، سر کرده از عقل را در زیر مثلا یک مشاور خوب خود کردن و جسم را با زیر تصرف خود گرفتن که آهسته آهسته حتی که کارهای آن را، کار دل، کار معده، روده ها، اون آن فعالیتی که معنی میکند و ما را گوش نمیکند، آن را هم ممکن است با دست گرفتن. و برای این ما اگر که نگاه کنیم، تاریخ ملت ما نشان میدهد که در حقیقت بسیار همین گویم که آن چیزهایی که اطلاعاتی که نسبت به انسان کامل است، بیشتر مردم ما، یعنی که پیران خیرد ما، بیشتر آن را به جهانیان پیشنهاد کردند. و اگر که ما گیریم که مثلا مردم اروپا توانستند که احساس خود را در یک چارچوب بدرورند و به زینه عقلی انکشاف گذارند، این همش سببگار همون بزرگان ما شدند که هر یک بزرگ زمان احیای اروپایی را گیریم، پیر خیرد از مردم ما داشت، یعنی که آنها را گوش میکردند و به فلسفه خود آنها را گردانده به جمعیت خود پیشنهاد کردند که توانستند که آن انکویزیسیه سختی عصر میانگی که تماما مردم آلمان را محو کرده، پچخ کرده بود، این پرده را درانده، آنها توانستند که به زینه نوی عقلی گذارند. جناب کبیری، ما شما میدونیم که گفتیم که پیری مردم غرب مردم شرق است. غرب همچنین یک علف بیگانه در جسم شرق روی فرهنگ، معنویات، همه از شرق به غرب انتقال یافت. هزار هزار جلد نصیحت نامه ها در مورد انسان بودن در آثار کلاسیکی ما هست. ولی چرا وقتی که یک خبر در غرب پخش می شود، یک خبری مثلا احساس انگیز، از 100 نفر 99 نفر اعتبار نمی دهند. همین خبر را اگر در شرق پخش کنید، 99 نفر میشورن و احساس میان و مناقشه میشود. چرا اونها مثلا غربی ها میتوانند خودشون را نگاه داشته با همین قدر فرهنگی بزرگ، شرقی ها نه؟ سبب چی است؟ البته سبب این امی روانی داشتنی مردم غرب است. مثلا برای اون که اطلاعی که به معنی سر وارد می شود، تصور کنید یکم در آدم های مردم ما آبرازی او پیدا می شود. در غرب باشد منطق او پیدا می شود. منطق برای اون که خود جماعه غرب توانسته است که یک زینه از جماعه شرق بالاتر گذارد، لیکن در اساس دستاوردهای مردم شرق، چون که گهواره تمدن شرق رو گهواره تمدن گوید. وقتی که در شرق مردم با زینه های نوی مثلا جمعیتی یا که انکشافی گویم انسانی دستاورد می شدند، در همین هر زینه انکشاف حلاوت خود را دارد. وقتی که انسان به همون حلاوت گرفتار می شود، از آینده که در پیش او از فراموش می کند. اکثری حاکمان با چنین گرفتار می شدند.
مثلا یکی از سبب های شکست خوردنی مثلا دولت بر قدرتی سامانیان ما این کمی به عیش و عشرت داده شدنی همان حاکمدارانی همان زمان بود که آنها از روند انکشاف مثلا تاریخی دولت خود بیخبر ماندند و عالمان هم عالمان اون زمان هم گناهگار دانسته میشن که آنها این چیز را به حاکمان پیشنهاد نکردند که هر یک دولت مانند انسان انکشاف می‌یابد. اگر انسان خشت جمعیت باشد، جمعیت هم همون روندهای در یک انسان میشد، همانها را میبیند، لیکن به شکل وقتش وسیع‌تر، کلان‌تر. اینکه جمعیت هم انکشاف می‌یابد، از جسمی به احساسی می‌گذرد، از احساسی به عقلی می‌گذرد. و هم محض کوشش ما هم همین است که با مردم اطلاعات پیشنهاد کنیم که از زینه احساسی به زینه عقلی گذرند. هر ملتی که این روند را تیزتر می‌گیرد و نسبت به دیگر ملت‌ها ترقیاتش پیشتر می‌شود. خواهیم که ما دولت خود را نگه داریم. خواهیم اون دستاوردهایی که مثلا در این چند سال‌های نزدیک به دست آورده‌ایم و نسل آینده این دستاوردها را نگه دارد، ما باید تیزتر، هر چی تیزتر به زینه عقلی گذاریم. یکی از علامت‌های زینه به زینه عقلی گذاشتن مردم ما این آن می‌شود که وقتی ما و شما در کوچه برویم و مردم را ببینیم در دست کتاب و گزیت روزنامه‌ها دارند و می‌خوانند، این علامت است، نشان داده آن است که مردم عقل بیشتر داده شدند، یعنی که بیشتر اطلاعات جمع می‌کنند. انسان بدون اطلاعات عقلی انکشاف عقلی کردن نمی‌تواند، در زینه احساسی می‌ماند. مثلا آیا ما عقل را از بیرون می‌گیریم یا که ما عقل جنینش در وجود ما هست؟ من فکر می‌کنم که جنین عقل در وجود ما هست. دانش این یک واسطه هست که عقل را انکشاف می‌دهد و همین طور روح انسان. وقتی که انسان عقلش پخت به خیرات رسید، بعد این معنویات سر میشد. چند دوره که ملت ما، مردم ما دولت داری کردن، به زینه های معنویات میرسیدن. مثلا گیریم زینه اولی که دوره که هخامنشی بودند، اعلامیه حقوق بشریت خود یونانی ها در اساس این دموکراتیا را ساختند. ساسانیان، گنجشاپور اکادمیا، اکادمیا گنجشاپور، گنجشاپور ساسانیان که در اساس اون فتوحات فتوحاتی مثلا مردم ما پیدا شد. دیوان های سامانی، البته وقتی که دیوان های سامانی پیدا شد و تو قریب 10 عصر با واسطه همون اون چیزی که دولتداری رو نشون داد، با واسطه همون در آسیا دولتداری برده میشد. وقتی تصور کنید که در اساس این باز ما گیریم که انکشاف زمانی که اهل تصوف مردمی ما که توانستن چیزهای پیشنهاد کنند که مثلا حالا پیران خیرد اروپایی شدند و آنها یک جمعیت در این اساس آباد کردند که حاضر برای ما گیریم یک مکان تمدنی حاضر زمان شده است. جناب کبیری، گمان نمیکنید که همین تأثیری شاید طبیعت باشد، از خونگرمی ما شاید زیادی افتاب باشد؟ چرا ما خونگرمیم، زود به احساس می مردم اروپا؟ نه، با طبیعت وابستگی ندارد. اینجا عامل هایش بسیار هستند. البته که ما با افتاب نزدیک تر هستیم، یعنی که گرمی در ما زیادتر است و البته عقل این آتش احساس است، عقل این سرد است، خود معنی سر، مجاز معنی سر سرد است. و البته شرایط های بسیار ناقلای اروپا آنها را مجبور کنند که عقل آنها انکشاف یابد. ما در اون برنامه پیش گفته بودیم که چند چیز میتواند یا ما را با واسطه مجبوری کرده میتواند که با عقلی کنانیم که مانند SSR دوره زمان شورای مجبور میخوانند. دویم شرایط ها میتوانند، سیم عقل خود انسان، عالم ها میتوانند. یعنی در خونی همون بوده ما که در خونی ما که هست همین چیز که چند زمانی که ما دولت داری کردیم به این درجه رسیدیم، ما توانستیم که به همون درجات معنویات برسیم. و وقتی که ما به درجات معنویات رسیدیم، ما میتوانیم که باز پیر معنوی عالمیان شیم، چون که حال و فرهنگ در عمان در عالم حاضر بسیار کاهش یافته است. چیزهای نوی پیدا شدن که تمدن حاضر آنها رو فرهنگ گذشته رو اینکه انسانگری اونقدر نمیپسندند و باز در کار از آدمانی از مردم موازاد آمانی در کار هستند که آنها چیزهای بینویسند که باز خوشدار کنند مردمی. جناب کبیری، 30 ثانیه وقت دارید شما، موضوع ما رو جنبست میکنیم. احساس در انسان، انسان شرق، مردمی توجیک اداره شونده بودن میتواند
دو یا سه عاملی را نمبر کنید که امکان دارد و یا ندارد. البته ما اینو فکر کردیم برای اون که ما توانیم که به مردم اطلاع لازمی و جایی باشد که مردم آن را بیاموزند، ما باید یک دانشکده تحقیقاتی تصوف کشاییم که این لایحه هاش هستند. دویم این که ما به مردم مشقهای روانی را نشان بدیم که مردم آن را عمومی یعنی که اجرا کنند. سیوم این که ما باید در هر درمانگاه و در هر جای هایی که مثلا نسبت به سلامتی و روان مردم سر و کار دارند، باید مخصوص برنامه های بسازیم که آنها با مردم تحریزی شوند و مردم از این برخوردار باشند. پیامبر مرسل حضرت موسی در یک از نوشته هایش میگوید که اگر انسان به غضب به قهر می آید، باید یک پیال آب خنک نوشد بعد حرف زند. چی گفتنی است؟ البته این آتش که میگوستن که وقتی که احساس این آتش است، خنکی آب میتواند که خاموش کند این چیز را و در حقیقت این هم جور مثلا فهمانده میشود. لیکن در آن وقت وقتی که انسان اراده او را تربیه دادیم، وقتی که ما از صنف یکی سر کرده با این مفهوم ها را میدهیم که انسان این خیلی روند ها دارد و انسان از زینه به زینه ها میگذارد، وقتی که طلبه ما این چیز را فهمید و درک کرد که میتواند که خودش را به دست گیرد، این باعث آن میشود که در حقیقت مردم ما میتواند که تیزتر نسبت به دیگر دولت ها از این گذارند. و البته در تمام دوره و زمانی که تصوف انکشاف میافت و ما حالا آن را به شکل نو نیو صوفیزم نو پیشنهاد کرده استادیم، توجه دولت به آنها زیاد بود، برای همین چون که معنویاتی همون جامعه را که پر میکردن. من فکر میکنم که دولت ما هم در برابر اون که دیگر انشاءاتها و دیگر پرابلم های مثلا مردم و خلق حل کرده است، در این به این هم توجه میکند. یک جان تشکر. شب گذشته یک کتابی را مطالعه کردم با نام سفیر خورشید و در اونجا سخن در باب آثار و ایجاد و شخصیت و زندگی نامه منصور حلاج میره و با دو عباره بخوردن، لاهوتی و ناسوتی. لاهوتی یعنی جهت عقلانی انسان، ناسوتی جهت حیوانی انسان. هنوز در زردشتی هنوز زردوش پیامبری آریایی ها در کتاب اوستا درش کرده بود که انسان از دو قسمت عبارت است، قسمت انسانی الوهیت و آسمان و قسمت حیوانی که زمینی می شود. و جناب محمود کبیری نیز بران اندیشه است که اگر انسان را تربیت کنیم از خردی، همه طرفه تحت تاثیر بگذاریم و از علم با خبرش کنیم، می تواند احساس خود را اداره کند و می تواند در دنیا موفق باشد. همینطور نیست؟ همینطور است. یک جان تشکر و بار دیگر تاکید میکنم که روحشناس محمودی کبیری خیر آمدن. سال نوی میلادی مبارک. مبارک همچنین. اصلا ما و شما خوب میدونیم که نه همه از همتانان موافق هستن، یعنی که وابسته به این سال، ولی چی کنیم که از روی این تقویم زندگی میکنیم و از روی این نظم سراسر دنیا زندگی دارن و حیات به سر میبرن. به هر صورت تا جایی که من اطلاع دارم، شما از علمی ستاره شناسی واقف هسته و بر روح انسان ها نیست رو کار داره. چی میگویند ستاره ها در مورد سال 2010، سال پلنگ؟ البته پیش از اون که ما با این چیز موضوع دست داریم، از روی اون که چی خیلی شما قید کردید، نظم اجتماعی ما که با تقویم سال های میلادی که هست و یک طرفی معنی سری ما با این تقویم زندگی میکنند در اجتماعیت خود، من اول کلی بینندگان تلویزیونی شبکه یکم برنامه پیوند و هموطنان و دوستان خود را به سال نو میامدگی تبریک مبارک باد میگویم. در این سال بردباری ها برای خلق و وطن عزیز خود خواهانم. اولین علمی که در روی زمین همه علم هایی که پیدا می شدند
خداوند به واسطه پیغمبرها اول یک سرچشمه آنها رو میداد که علم ستاره شناسی رو به پیغمبر ادریس داده بود و خلقی که بیشتر به این علم داده شد و به آسمان روی آورد و حساب و کتابی مثلا روزانه و ماه و سال و همین چیزها رو پیدا کرد، این در سیریه حاضره خلقی خلدی که آنها رو حالا در زبان روسی با اصطلاح کلدون میگویند پیدا شدند که آنها با این چیز سر و کار داشتند، هفته و ماه و سال و همین ها پیدا شدند و چنان نازکی های همین کار رو یافته بودند که بسیار کارها رو با واسطه همین ستاره شناسی پیشگیری میکردند، میافتند، میتوانستند یا که پیشگیری میکردند. حتی در ساحه طب هم همین دوره وارد شد و همون معلوم شد که در آموزش آسمان معلوم شد که زمین در هر وقت در هر برج در به هر ستاره نزدیک است. مثلا عادی کرده گوییم اگر ماه که پوره شود مد و جزر می شود، اگر آفتاب نزدیک شود به زمین گرم تابستان می شود، دور شود نیک زمستان می شود. البته تاثیرش به انسان می رسد و از آن جمله دیگر سیاره ها هم چه خیلی ما می گوییم در علم روح‌شناسی که زمین مادر است، آفتاب پدر است، ستاره ها این دایه های انسان هستند. یعنی که آنها با خصوصیت های فیزیکی انرژتیکی خود به زمین و به خود آدمان تاثیر می رسانند و در اثرهای میانه با چون عقیده آمدند که تمام ستاره ها تاثیرات عظیم به قوای روحی انسان دارند و گناهکار در صحتی و بیماری و در آفت و بلاهایی که در روی زمین در آدم می شد ستاره ها رو گناهکار کردند که این عقیده رو پاراسلس گفت. و ما می دونیم که وقتی انسان به روی به ستاره ها آورد و بسیار چیزها رو خواست فهمد، مثلا یک چیز رو درک کرد از تجربه خود که آسمان بی تنظیم نیست و آسمان سیکلیش نست، پیدر همه خود را دارد، هر چیزی هست که باز تکرار می شود و فهمیدن که مثلا آفتاب 11-12 سال بعد باز در آفتاب یک فعالیتی دیگرگونی های جدی در آفتاب دیده می شود و از آن جمله در آن ستاره هایی که یا برج هایی که ما می گوییم. و وقتی که توجه کردند حتی که به آن عقیده آمدند که گفتند که خداهای ما همین ستاره ها هستند که ما در زمان ابراهیم این چیز را دیده بودیم. جناب کبیری، خب چگونه معین کردن که مثلا امسال سالی پلنگ است، مثلا بقر نه، موش نه، کی معین کرد؟ و گفتیم که خب شما گفتید که مثلا تاریخ این از کجا پیدا شده است، ولی چینی ها هم سر و کار داشتن، مثلا گذشتگان ما هم سر و کار داشتن، هم بیرونی هم خیام و زیاد متفکران ما و علم نجوم ستاره شناسی سر و کار داشتن، معتقد بودن، اعتماد هم داشتن. خب چرا سالی پلنگ؟ البته تا اینکه ما مثلا به سال پلنگ بیاییم، ما میگوییم که وقتی که اولین ستاره شناسان ما که به آسمان نگاه کردن، آنها همین سیاره هایی که در گرد آفتاب چرخ میزدن را دیدن، تاثیرات زحل و مریخ و دیگر آنهایی که نه تا ستاره که در گرد آفتاب چرخ میزنند و به اینها بسیار چیزها رو معین کردن و معلوم کردن و خصوصیت های اینها با تجربه فهمیدن. ولی باز از این بالاتر فهمیدن، دیدن که هر ماه زمین در هر برج قرار دارد. مثلا همون اگر که ساعت بر این تقسیم کنیم، اگر سفرملت ساعت بر این 12 ماه می شود، هر 12 ماه مثلا در یک برج قرار دارد و وقتی که همون ستاره ها را شرطن پیوست می کردند، آنها شکلی چیزی را می گرفتند. مثلا شکلی ترازو را می گرفت که میزان می گفتند، برج می شود، مثلا شکلی رک می گرفت، شکلی مثلا بگویم که دیگر چیزها رو میگیرید. حیوانات گوناگونی که در 12 ماه تصویر شدن، حیوانات و چیزهایی که در همین 12 ماه تصویر شدن، اینها با زمین با تاثیرات های انرژتیکی و فیزیکی خود تاثیر سخت داشتن و خود آدمان هم در همین ماه چگونه نوری که از آنها میبیند و به زمین میرسد تخمین میکنند که چنین واقعی ها شدنش ممکن. این در اساس تجربه است. ولی چینی ها باز پیش رفتن، آنها دیدن که در از این برج ها باز بالاتر گلستاره های هستند که سیستم آفتابی یک سال در همون نزدیکی همونو قرار دارد و آنها رو نام گذاشتن، از آن جمله پلنگ و سگ و موش و خوگ و اسب و
نهنگو وقتی که آنها یک سال در همین سیستم آفتابی با تمام ده ستاره‌اش سیاره‌اش که در همین برج تا یک سال قرار دارد و باز گردش می‌خورد به برج دیگر می‌رود، این نام نهادن این را مچل که تمام برای حساب و کتابی تقویم روزگار خود حتی مسلمانان ما هم این را قبول کردن از مردم چین. و وقتی که همون گلستاره هایی که امسال مثلا ما میگویم که آنها را با مثلا تلسکوپ ها میدیدند و پیوست کردند، دیدند که به شکل پلنگ را دارد. و علمان از چه سبب به خلاصه آمدند که این اگر ستاره ها را که ما باید دیگر شرطن پیوست کردیم شکل پلنگ را گرفت، پس باید خصلت های پلنگ در همین ستاره ها نسبت به زمین باشد. و همون سال وقتی که در تجربه دیدند که همون سال در حقیقت انسان ها بیشتر احساسی هستند، انسان ها بیشتر نیروی زیاد دارند، قوای زیاد دارند، مناسبت ها حتی که احساسی شده با جنجال حتی آورده میرسد، یک قوای زیادتی انسان ها حتی که رستنی ها، حیوان ها، حتی که طبیعت این را حس میکند. از همین حساب تاثیرات آنها را به انسان ها گفتند. ولی بدون این هم این در مردم ما که بسیار اجتماعیات در مردم ما سخت شده است، مثلا جمعیت ما مردمی تمدن حاضر از طبیعت اندکی دور شده است، لیکن این تلقین گینی شده است، تلقین خونی شده است که در خون ما انسان ها نشسته است که انسان اگر که نداند و گوید که من سالی پلنگ هستم، همون خصلت ها را در خود ندانسته روسان نیاساز نمیگن، بیشعورانه در خود تربیه میکند. جناب کبیری، هم در تعلیمات اهل تصوف هم در دین و آیین های گوناگونی تا چند هزار سال اخیر تلقین می شود که انسان از دو جزء عبارت است، از یعنی لاهوتی و ناسوتی، یعنی اولوی و حیوانی. خب انسان سالی پلنگ است، یعنی جهت حیوانی، یعنی جدی ترک شما گفتین، یعنی نیرو در پلنگ زیاد است. پلنگ جنگجو است، پلنگ خشین است، پلنگ بیشتر هجوم میکند، پلنگ بیشتر تیز به جوش میآید، نافرمانی میکند. خب چی کنند که مثلا انسان مردم این احساس های خود را جلوگیری کنند، یعنی خصوصیت پلنگی خود؟ یک نازکی کار در این است که یا که متاسفانه یا که خوشبختانه اینش مردم خودشان اندیشه کنند، هنوز بغیر از اینکه انسان مثلا غذا میخورد، هوا نفس میگیرد، نور میخورد، احساس یکدیگر، یعنی احساس مثبت یکدیگر رو میخورد، این غذا هستند برای انسان. انسان بغیر از این غذای انرژتیکی میگیرد که این از کائنات میبیاد. این غذا ماننده که غذاهای روی دسترخوان ما گوناگون است. مثلا غذای دل هست که این خاص برای دل هست، غذای جگر هست که انرژتیکی، یعنی که انرژی که در بیرون هست، مثلا در دین روح القدس میگن یا که سویتای دوخی که حضرت عیسی میگن، مثلا میگن الکترومغنیت، نه میدان الکترومغنیتی کائنات میگن، و این در انسان تاثیر میرساند. و از اون جمله در خود انسان پروردگار سه چیز را جا کرده است. جا کرده است رستنی را، جا کرده است حیوان را، جا کرده است انسان را، البته جا کرده است روح خود را. لیکن دو این تصوف میگه تا این رسیدن عمل رستنی خود را به دست گرفتن بکر، احساس این حیوانی که وجود انسان به هست، هر کسی یک مثلا مچلش خیلی باشد بیداند که درون او انا همون حیوانی نشسته است که مثلا خصوصیت و خاصیت های او را میگویند، و وظیفه انسان همون است که همین حیوان خود را رام کند. اگر که مثلا در پلنگ بسیار مشکل است، امسال که نیروی عظیم عمر و کسانی که در همین سال تولد شدند، آنها می توانند که این قوای نیروی زیادی که فقط معنی راست انسان او را می گیرد احساسش، این می تواند برای سازندگی، برای آبادکاری استفاده برد اگر عقل زوری کند. اگر عقل زوری نکند، این انرژی می تواند که به ویرانی بیارد و بیماری بیارد. هر کی توانست که این قوا را به دست گیرد و می تواند که حساب کند که در این سال سالی بردباری او هست. جناب کبیری، واقعا شما درست گفته. ببینید که بار دیگر تکرار میکنیم، بزرگانی که در این سالی پلنگ تولد شدند. خب ایوان گروزنی،
جای شهر نیست. البته. در حقیقت گروزنی. خب؟ یا الکساندر دو یا کارل مارکس که دنیا رو تکان داد. یا اینکه خوشیمین و یا که دگول جنرال. الیزابت دو واقعا هم اینا پلنگانه زیستن. پلنگانه زیستن. البته. همینطور نیست؟ همین خیلی هست. مثلا ما می‌دونیم که تیر چقدر خورد است و چقدر ویرانی ها میبیارد. برای چی؟ برای اینکه سرعت دارد و سمت دارد. همین قوت انسان، نیرویی که امسال مثلا در مردم هست، نیروی احساسی که در مردم هست که میتواند به جسم تاثیر رساند، میتواند به عقل تاثیر رساند، اگر او را سمت دهیم و اگر او را اداره کنیم، این میتواند که انسان را به مقصدهای عالی برساند. امسال سال فعالیت است. سالی هست که قوه رو نه از خوراک، قوه رو نه از هوا، قوه رو نه از دیگر چیز، قوه رو از آسمان میگیرند. بی نهایت این سال تأثیرات نور افشانی، مثلا همین گلستاره هایی که برج پلنگ میگویند، مچل پلنگ میگویند، این در زمین بسیار زیاد است و این رو مثلا در تاجیکستان ما ساختمانی مثلا برخی نیروگاه برخی آبی راغون هست که این انرژی هست. نیروی هست که این سال تاجیکستان ما صاحب این نیروی شد، ارگانیزمی تام می شود، ارگانیزمی زنده می شود که فعالیت می کند. چون که حالا انسان همچون ارگانیزمی زنده و دولت هایی که حاضر انکشاف یافته ایستادن، آنها دولت هاشون مانند ارگانیزم انسان کرده ایستادن. که فکر می کنم که تاجیکستان هم بعد این یک دستاورد های خوبی نایل خواهد شد. خب علم اثبات کرده است و تخمین ها هستند که مثلا ما شما می دونیم که هر 12 سال پس یعنی که باز سالی پلنگ میشه. همینطور است؟ همینطور است. خب مثلا 12 سال پیش، 24 سال پیش، 36 سال پیش تحولاتی که در دنیا به وقوع پیوستن معین کردن، یعنی که تحقیق کردن که سالی پلنگ چه تأثیری دارد به نظم سیاره. مثلا گردش اِوولوشنی، اِوولوشنی حیات مانند سپیرال است. مثلا باز 12 سال پس به همین نقطه میبیاد، لیکن بلندتر، انکشاف بلندتر است. در این سال ها بسیار نشان دادن که تاریخ نشان میدهد، اگر درستتر دقت کنند، ما حاضر با آنها را نمیگویم کدام سال ها، نشان میدهند که در حقیقت آدمان احساسی بودند و با احساس داده میشدند که سبب جنجالی بین نه تنها آدمان بین دولت ها حتی میشد. این جنگ همه وقت این ویرانی هست، جنگ همه وقت این خرابی هست و البته مثلا ما گیریم خودی جنگ هایی که شدیدترین جنگ هایی که مثلا در جهان شدن، آنها دوره شدیدترینشان، سختترینشان در همین دوره چی میشد؟ دوره مثلا سال پلنگ بودهشان. و علم اثبات کرده است که در فقط در نتیجه گوییم که مشاهده و تجربه تا حال بود، حالا مخصوص اپارات هایی هستند که موج های از آسمان می آمده رو حس میکنند. مثلا میگویند که کاتاکلیزم هایی که در زمین حالا شده ایستاده است و میگویند که گرمی شده ایستاده است در روی زمین، این سببش آن از آن حساب میگویند که نه تنها یک سببش گوییم که تکنیتیزاسیای گوییم که روی زمین، سبب دیگرش آن است که خودی سیستم آفتابی نزدیک شده ایستاده است و آن گلستاره هایی که خصوصیت های فیزیکی انرژتیکی آنها بسیار زیچ است و این زیچی آنها سبب بلند شدن گرمی در روی زمین می شود. و البته اپارات های مخصوص خود دولت های اختراع کردن که موج های می آمده هر سیاره را حساب میکنند و آنها خاصیت آنها را، خصوصیت آنها را حساب میکنند. در همین برجی همین سال از آسمان بیشتر همین قوه، همین نیرو، ذرچه های زیاده از همون سیاره ها آمده ایستادن. خب ما شما حساب کردیم که اگر 12 سال قفا رویم، این سال 97-98 در منطقه ما، در تاجیکستان ما سازشنامه صلح، یعنی که ما توانستیم که همین قوهی که از پلنگ است همون را گرفته با عقلانه با کاری سازندگی استفاده بریم. درست است. 97-98 یعنی 12 سال قبل ما، یعنی که ملت تاجیک توانست که نیروی مثلا پلنگ را ران کند، جهت عقلانیش را بالا کند و رو به سازندگی. یک 3 ثانیه وقت داریم. سال 2010 از نگاه ستاره ها برای تاجیکستان، برای تاجیکستان سالی سازندگی هست، چون که
نسبت به دیگر دولت هایی که من از روی حساب های ما تاجیکستان بیشتر به عقل به طرف عقل میل و رغبت دارد و این عقلی نیروی عقلی میتواند که نیروی پلنگی رو در یک سیستم در آورده به تنظیم در آورده آن رو در ساختمانی مثلا از آن جمله نیروگاه راغون صرف کند و البته مردم ما هموطنان عزیز ما بدون